عرض ادب دوباره خدمت همه هموطنان عزیزم. همونطور که ملاحظه فرمودید، در روزهای تلخ و دردناک از دست دادن رئیس جمهور شهید و همراهان شهیدش، شاهد ادای احترام جامعه فوتبال، بازیکنان در همین ثانیه‌های ابتدایی موقعیت برای پرسپولیس و با رضایت پایان بازی رو خواهد داشت. یه موقعیت برای استقلال خوزستان، یه قفله در خط دفاعی و گل زود هنگام استقلال خوزستان. بازیکنهای پرسپولیس رو معرفی نکردیم که یه لحظه قفله دانیال اسماعیلی فر کنار زدگان جا میمونه و یک ضربه بغل پای آروم توسط علیرضا کاظمی همه معادلات بازی رو به هم میریزه. در مورد نفرات حاضر در ترکیب تیم پرسپولیس باید عرض بکنم که مهمترین اتفاق این غفلتی است که انجام شد و دروازه پرسپولیس خیلی زود باز شد. پاش تو بیستاده یرسال تیر دورتر، اونجا فرصت برای عبدالکریم حسن، خوب اضافه شد اما ضربه‌اش رو بد زد. غفلت از او باعث شد که فضای مناسبی برای این بازیکن با تجربه قطری به وجود بیاد. سریعاً برمیگرده با هم ببینیم چه فرصتی داشت برای اینکه گل مساوی رو به ثمر برسونه. توپ برمیگرده، یه فرصت، حالا تک به تک، نمیتونه از این موقعیت استفاده ببره، برگردون و توپ که به بیرون رفت. آفساید رو هم پر کرده بودن. توپ ربای عالی، ضربه بغل پا، جاگیری ایدئال و در ادامه برگردونی که دیدیم به چه شکلی توپ بیرون رفت. با پای ایستادگی میکنه، دست آل کسی رو میخونه و نتونست در ادامه این قیچی برگردون رو جوری بزنه که توپ در نوازی استقلال خوزستان آروم بگیره. کنانی زادگان پشت دفاع، فرسلی آفساید، روی زمین خروج گروسیان، یک برخوردی هم اونجا انجام میشه، اعتراض بازیکنای استقلال خوزستان نسبت به این برخورد. امیدواریم فرزین گروسیان مشکلی نداشته باشه و بتونه در دروازه استقلال نماینده فوتبال خوزستان قرار بگیره. صحنه استقبال نشون میده که چه اتفاقی افتاد. اینجا یه لحظه بی‌محابا به سمت توپ رفت، روی ارسال زمینی. مربی موفق مربی هستش که در شرایط سخت بتونه وضعیت رو به سوی تیمش عوض بکنه. این میرفت اونجا تک به تک بشه مجددن مهاجم استقلال خوزستان. نحوه جایگیری خوب کوپال ناظمی که دوباره شده برخورد هستیم و ادامه بازی. صحنه آیسته قبلی در وضعیتی نامتعادل، در بازی های در حال برگزاری سپاهان یه گل به هوادار زده. تو در یه باری که تک به تک بشه بیرون میاد گروسیان. عبدالکریم تعلل و مکسو، یه فرصت دیگه، میره تک به تک بشه، این بار به ایراوند. نفس ها در سینه حبس، لحظه ای نمیشه چشم از این بازی و سایر بازی ها برداشت. یه بار دیگه تک به شک شدن بازیکن استقلال خوزستان به ایراوند، ارتباط رو قطع میکنه. رو در رو با 3-4 تا بازیکن که در برابرش قرار گرفتن. اورانوف مسیرش عوض میکنه، ضربه رو میزنه در حالی که وضعیت سختی برای او وجود داشت و تو محوطه جریمه استقلال خوزستان. ضربه کرنر به شکل خطرناک، تو به این سم میاد، باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهد و ایراد در این لحظه از بازی. چه اتفاقی داره میافته در ورزشگاه آزادی؟ پور موسوی اگر از ابتدای فصل تیمش اینجوری بازی میکرد الان مثل چند سال قبل تیمش در کورس قهرمانی بود، نه در تلاش برای ماندن در لیگ. عرض کردم جای عبدالکریم مثلا خالیه. موقعیت گل سوم، یه سر توپ، بازی تا پشت محوطه جریمه داره خوب پیش میره. ضربه آروم به ایرانوند، حرکت تو عرض، یه ضربه، فرصت برای پرسپولیس. توپ مواظب تیر دروازه به بیرون میره. جدی ترین موقعیت پرسپولیس در این دقایق اندک باقی مانده، ببینیم چقدر زمان تلف شده رو در نظر گرفته. 5 دقیقه از این 5 دقیقه هم بازیکن استقلال خوزستان
عبدالکریم حسن نشون میده میخواد شوت بزنه، میزنه. ایستادگی تحسین برانگیزه فرزین گروسیان، شاید دومین شانس مسلم گلزنی رو او گرفت در حالی که پرچم به نشانه آفساید بالا رفته و حالا اشایان پرتاب میشه به سمت. خب اینجا لکثیر موقعیت آفساید بود، واکنش فرزین گروسیان روی ضربه محکم عبدالکریم حسن، قطعا او رو باید ستاره استقلال خوزستان بدونیم. حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا حواس پرسپولیسی هم گویا پرت شد از مهاجمین استقلال خوزستان. تورسنوف یه سایش عالی، یه چرخش سریع، جاگیری اشتباه روی سکوها، چه قوهای حاکم هست. خداوندلو شاید این بازی برای اون نقطه عطف فوتبالیش باشه. عبدالکریم حسن میفرسته، کسی نیست در اون فضا که این بازیکنهای تازه وارد آیا میتونن نتیجه رو عوض بکنن. یه بار دیگه اینجا میره تک به تک بشه، نعمتی کم نمیاره، یه برخورد داره، داور به سمت بازیکن میره و ببینیم تصمیم چیست. دست به جیب میشه، شانس آورد که توپ داشت به کناره ها میرفت و پشت محوطه جریمه. علی نعمتی اگر مسیرش به سمت دروازه بود که قطعا الان کارت قرمز گرفته بود. ترابی ضربه رو میزنه تو باختلاف کم از کنار دروازه بیرون میره، اشاره داوری است که توپ خورده به دست مدافع دروازه‌بان استقلال خوزستان و اعلام کورنر میشه. سری باید بلند شه، توپ به نقطه پنالتی فرود میاد، مجددا بازیکن پرسپولیس به اینجا ضربه جانیال اسماعیلی فا. عبدالکریم حسن داشت که توپو بیرون زد. برخورد شدیدی بازیکن استقلال خوزستان، کارت بگیره اخراج خواهد شد و چه اشتباهی رو انجام داد. عرض کردم بزرگترین دغدغه پور موسوی همین اشتباه بود، یه کارت زرد تلخ که منجر به کارت زرد دوم و اخراج شد. عجولانه عمل کرد، سر خورد، ولی خب همین کافیه که پای دانیال اسماعیلی‌فر رو بزنه. اخراج یکی از موثرترین بازیکن استقلال خوزستان با توجه به زمان کافی باقی مانده، اجازه عبور رو بهش نمیدند. قطعا دفاعی تر بازی خواهد کرد. یه ضربه، موقعیت، پرچم بالا رفته، پرچم بالا رفته و موقعیت آل کثیر که اینجوری واکنششون میده و بچگانه با هم یک کارت زرد میگیره. عصبیه، پرخاشگر و باید خونسردی خودش رو حفظ بکنه اگر میخواد به تغییر نتیجه امیدوار باشه. بازیکن مصدوم کماکان این سمته، یه تک به تک عالی، توپ از همه عبور میکنه و به دانیال اسماعیلی فری میرسه که او هم کم دقته و حالا به بالا سر بازیکن مصدوم استقلال خوزستان میرن. شاید مشکلشون گل اول باشه. یه ضربه، توپ تغییر جهت میده، به خودی میخوره، خبری هم از کورنر نیست. عبدالکریم یه موقعیت عالیه دیگه، توپ ها یکی پس از دیگری از مقابل مهاجمین عبور میکنه، دست خالی. جواد آقایی پور هم بدونه که برخوردی داشته باشه حالا روی زمین افتاده، قطعا توان بدنی اونو تحلیل میده. توپی که مقابل پای امید آلیشا، هر چی داره دیگه داره به زمین میفرسته. ابوالفضل کوهی به دقیقه 70 داریم میرسیم. ترابی
ضربه رو میزنه، خوبم میزنه، تو با اختلافی کم از بالای دروازه رای آوت میشه. اورونوف یه فرصت عالی برای گل زدن. نه، پرسپولیس فعلا تا اینجا در گلزنی ناکام بزرگ بوده. انتاری و عبور از بازیکن مستقیم توسط اورونوف همه چیز رو مهیا کرد. امید علی شاه، امیری یه پنالتی میگیره یا نه؟ گرفت. چقدر هم خوب از پس این کار بر اومد، خیلی ماهرانه است پس مهاره. رشادت علی شاه کاملا پارو زد ولی خیلی حرفه‌ای توپ رو گرفت. اول علی شاه، بعدم جایگیری کوپال ناظمی رو ببینید. حالا جدا از جو سنگین بازی، جایگیریش فوق‌العاده بود. این بار در یک مسافه رخ به رخ، کنانی زادگان یا گروسیان، جو حاکم بر بازی جوری هستش که داور هنوز متقاعد نشده سوتشو به صدا در بیاره برای زدن ضربه پنالتی. دل تو دل هواداره پرسپولیس نیست. بازی نساجی استقلال تهران 0-0. اینجا در این لحظه فرصت، یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه فرزین گروسیان رو. امیری او رو همراهی میکنه، ازش تشکر میکنه که سریعتر زمین بازی رو ترک بکنه. خیلی خونسرد این ضربه پنالتی رو زد. پرسپولیس میتونه از برتری خودش با توجه به 10 نفر شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم. گل دوم این دقایق براشون بسیار بسیار حیاتی است. عرض کردم ساویو روبرتو در بدترین زمان ممکن کارت زرد دوم رو گرفت. دانیال اسماعیلی فر تا حدود زیادی اون اشتباه نیمه اولش رو با زدن این گل جبران میکنه و قطعا استقلال خوزستان با تعداد نفر بیشتری اونجا حضور داره. توپ به تیر میخوره، چه شانسی میاره گروسیان، دست بردار نیستن این بار. اورونوف و توپو با هم از اون منطقه ریسکش رو به جون میخرن و حالا خطا به سود استقلال خوزستان. برای آل کثیر، مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. پرسپولیس به بازی بر میگرده. پرسپولیس 3 استقلال خوزستان 3. ببینیم ماجرا از کجا شروع شد. یه لحظه گروسیان مردد شد، همین شک و تردید او رو به هم ریخت. داستان فوتبال